خوش آمدیم. بیشتر در سلاید قبلی صحبت کردیم که تشکیلات عمومی سارنوالی شامل سه بخش است: سارنوالی های ابتدایه، سارنوالی های سیناف و سارنوالی های تمیز. سارنوالی تمیز ما سارنوالی سیناف صحبت کردیم که در مرکز هر ولایت افغانستان یک سارنوالی سیناف ایجاد میشه و تشکیلات گونه ای است که در خود سارنوالی های ابتدایه است، بخش های تحقیق، بخش های نظارت و بخش های اداری را جا داده. یک نمونه از تشکیل یک سارنوالی را خدمت شما به نمایش گذاشتیم. شما میبینید که در رأس سارنوالی یک رئیس قرار داده که اجراءات تمامی نهادهای ماتحت خود را نظارت و کنترل میکنه. در مرکز هر ولایت ما دو نوع سارنوالی ابتدایی داریم: یکی سارنوالی ابتدایی عمومی داریم، یکی سارنوالی ابتدایی اختصاصی داریم. دوست عزیز، سارنوالی ابتدایی عمومی در مرکز هر ولایت با تقریبا 4 سارنوالی است: یکی سارنوالی ابتدایی اختصاصی امنیت عامه، یکی سارنوالی ابتدایی اختصاصی رسیدگی به تخلفات اطفال، یکی سارنوالی ابتدایی اختصاصی مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری، یکی سارنوالی اختصاصی من خشونت علیه زن. اینا 4 سارنوالی اختصاصی ابتدایی هستند که قضاها ابتدایی رسیدگی میکنن و در مطابقت با قوانین اینا اختصاصی هستند، به خاطر از اینکه هم قانون اختصاصی دارن و ضمناً محاکم اختصاصی به خاطر محاکمه و بالاخره رسیدگی قضایایی که اینا تعقیب میکنن در تشکیلات سر محکمه وجود داره. در تشکیلات هر محاکم سارنوالی های ابتدایی ما 2 سارنوالی عمومی داریم، یکی سارنوالی ابتدایی عمومی شهری است که محدوده شهره که جرایم اتفاق میفته به عهده داره، یکی سارنوالی ابتدایی ولسوالی است که اینا جرایم سارنوالی است بخشای اتفاق افتاده امو ولسوالی مربوطه را چی میکنن؟ رسیدگی میکنن. دوستای گرامی، خب در تشکیلات هر سارنوالی های ابتدایه و استیناف ولایت شما دوستان ملاحظه میکنین که در کنار 4 سارنوالی اختصاصی، 2 سارنوالی ابتدایی عمومی، ما بخشای نظارت هم داریم. ما شما قبلا صحبت کردیم که یک از صلاحیت‌های سارنوالی نظارت است در کنار تحقیق و تعقیب. نظارت از چی؟ از 2 چیز: از کشف، تحقیق و تعقیب، و دوم از محلات سلب آزادی. شما ملاحظه میکنید اینجا ما یک سارنوالی داریم به نام سارنوالی چی است؟ نظارت به محابس و تنفیذ احکام. وظیفه از اینا چی است؟ از امور محابس و محلات سلب آزادی نظارت میکنه و ضمناً احکام قطعی و نهایی محاکمه در قبال متهمین اینا چی میکنن؟ تطبیق میکنن. اما از او حکم اگر به محکومیت باشه و یا اگر به رهایی باشه. بحث دومشی سارنوالی نظارت بر امور کشف و تحقیق. کی وظیفه‌ای است؟ امور کشف و امور تحقیق نظارت میکنه. به این معنا که نهادهای کشفی اگر اجراات میکنن، مسئول چی است؟ تایید کننده اجراتشان و نظارت کننده اجراتشان ای است و ضمناً تحقیق که بخشای تحقیق هم تحقیق میکنه، نظارت از اجراتشان ای با عهده داره ای بخش. خب در کنار از این دوست عزیز ما یک آمریت تحقیق داریم. کی آمریت تحقیق؟ 3 آمریت های فرعی را در ببخشین 6 آمریت های فرعی را در خود جا داده. که یکی از آمریت تحقیق جرایم ناشی از فساد اداری است، آمریت تحقیق قتل و جرح است، تحقیق سرقت است، تحقیق امنیت عامه است، تحقیق قاچاق مواد مخدر است، تحقیق جرایم ترافیکی است و تحقیق جرایم اخلاقی است. که فعلا در تشکیل فعلی دوستای گرامی این عملیات تحقیق جرایم ناشی از فساد اداری هم مربوط سارنوالی ابتدایی اختصاصی با مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری است که از چوکات عملیات تحقیق مجزا شده. از او خاطر من قسمت پیشتر هم خدمت شما گفتم که 6 عملیات است. خب پس این عملیات تحقیق وظیفه شان چی است؟ وقتی که یک دوسیه از پلیس از مرحله کشف کمو 72 ساعت هست تمام میشه و غرض اجرات به سارنوالی استیناف مواصلت میکنه، مستقیما میره به عملیات تحقیق. عملیات تحقیق با ملاحظه نوع جرم
مشخص می‌سازه که مربوط به کدام عملیات‌های تحقیق ششگانه است. دوسیه را قرار تحقیق به اینا چی میکنه؟ ارجاع میکنه. بعد از اکمال تحقیق که اینا اقامه دعوا اتهام نامه ترتیب میکنن، دوسیه را غرض اقامه دعوا، چون ما شما گفتیم سارنوالی دو صلاحیت داره، دو بخش صلاحیت داره، که تحقیق یک تحقیق. بعد از ختم تحقیق دوسیه روان میکنه غرض تعقیب یا اقامه دعوا به کجا؟ به سارنوالی تعقیبی. پس کدام سارنوالی تعقیبی؟ ما شما پیشتر گفتیم که ما 4 سارنوالی ابتدایی اختصاصی داریم، 2 سارنوالی ابتدایی عمومی داریم. بنان هر یک از اینا دوسیه های خود را غرض تحقیق به بخش های مشخص خود روان میکنن. مثلا عملیات تحقیق جرایم اخلاقی که یک جرایم عادی است اختصاصی نیست، جرایم ترافیکی که جرایم عادی است اختصاصی نیست، قاچاق مواد مخدر، ببخشید سرقت که اختصاصی است عمومی است اختصاصی نیست، قتل جر. این 4 آمریت نتایج کار خود کجا روان میکنه غرض تعقیب؟ به سارنوالی شهری. چرا؟ چون این جرم در محدوده شهر اتفاق افتاده، پس سارنوالی که تحقیق کرده آمریت کدام آمریت هست؟ آمریت تحقیق خود شهر است، غرض تعقیب به کجا روان میکنه؟ سارنوالی شهری. آمریت تحقیق قاچاق مواد مخدر و آمریت تحقیق امنیت عامه نتایج کار خود روان میکنن به کجا؟ به سارنوالی ابتدایی اختصاصی امنیت عامه. غرض چی؟ تعقیب. پس 3 سارنوالی اختصاصی مان به اینجا که آمریت های تحقیق نداره. او کدام است؟ خشونت علیه زن که تحقیقش هم خودش میکنه و تعقیبش هم خودش میکنه به اساس قانون. یعنی خودش مستنطقین هم داره، خودش هم سارنوالی تعقیبی هم داره. مبارزه با مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری، این هم تحقیق داره هم تعقیب داره، خودش اختصاصی اطفال، هم خودش تحقیق میکنه هم خودش تعقیب میکنه. من این ضرورت نیست که یک سارنوالی یک عمل تحقیق علیحدہ داشته باشه. خب پس مرحله ابتدایی خلاص شد، مرحله استنافی. در مرحله استنافی دوستان ما 3 سارنوالی داریم. یکی سارنوالی جزای عمومی که در مرحله استینافی است، یکی سارنوالی استیناف اطفال که قضایای استینافی اطفال که آله مبدل شده به سارنوالی اختصاصی اطفال و خشونت علیه زن، که خشونت علیه زن هم رسیدگی میکنه، و سوم سارنوالی استینافی امنیت عامه. 3 سارنوالی اختصاصی چی شد؟ استینافی شد، یعنی در مرحله دوم. که دوسیه هایی که از مرحله ابتدایی از شهری رفتن به محکمه ابتدایی، محکمه ابتدایی پس آمده میه به سارنوالی جزای عمومی. دوسیه هایی که از اختصاصی اطفال است و یا هایی که خشونت علیه زن است، اینا در مرحله استینافی میه به کجا؟ به سارنوالی استیناف اطفال. دوسیه هایی که فساد اداری است در مرحله استینافی میه به کجا؟ به سارنوالی استیناف امنیت عامه. و بالاخره دوسیه هایی که امنیت عاموی است در مرحله استیناف میه به سارنوالی استیناف امنیت عامه. اینا مرحله استیناف است دوستان گرامی. وظایف هر کدام از این که چی وظیفه دارن و چی مکلفیت دارن در چپترتان در بخش مربوطش ذکر شده. امیدوار هستم که همه تان به ترتیب وظایف از این مطالعه کرده. باز در جلسه بعدی اگر سوال داشتین، اگر معلومات اضافی داشته باشین، ما در خدمت شما قرار داریم دوستای گرامی. جلسه امروزی ما با میجه خاتمه پیدا میکنه. شما را به الله پاک می سپاریم.